أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد وآله وصحبه أجمعين. با عرض سلام و احترام خدمت شما بیننده های خوب تلویزیون ایمان، در برنامه مخصوص منبر آزاد در خدمت شما هستیم. می توانه فرد مشرک را مؤمن بنامه و یا که خودش مؤمن باشد در حالی که عقاید شرکی داشته باشد. آیات و سوره های قرآن کریم در این باره بسیار بیشمار است، ولی ما آنچه که میتوانه مسلمات و در واقع اساسات دینی و عقیدتی یک مسلمان را مبین بسازه، آیات قوی و مستحکم و آیات محکم قرآن کریم است که شما همین سوره توحید را که همیشه ما میخوانیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این خیلی قوی ترین دلیل و برهان است به اینکه خداوند را و صفات پروردگار را و اینکه خداوند چه نوع ذاتی است برای مسلمانان و برای جهان بشریت اعلان می‌داره. بگو ای پیامبر، خدا احد است، خدا یکتاست، خدا شریک ندارد، خدا همتا و همشکل ندارد. الله الصمد، خدا بلند مرتبه و بی‌نیاز است، یعنی به مرتبه و مقام از او و بی‌نیازی از او هیچ موجودی نمیرسد. لم یلد و لم یولد، نه زاده است و نه هم زاده شده است، یعنی اینکه نه پدر و مادر داشته است و نه هم پدر از او فرزندی به وجود آمده است. و لم یکن له کفوا احد، و برای از او هیچ مانند و شکلی نیست. شما نمیتوانید موجودی را شبیه خدا بسازیم یا بت بسازیم بگیم که این خدای من است، یا در مقابل موجود سجده کنیم بگین که من به این سجده میکنم، در واقع شکل و تمثیل خدا را میخوام در این ببینم. اینا هم عقاید شرکی است که مسلمان و مؤمن باید خدا را به عنوان خدای واحد ولا شریک و خدایی که مثل و شبیه ندارد، خدایی که اصلا هیچ چیز را شما نمیتوانید بگیم این خداست، و خدا ذاتی است که ماورای آنچه که شما به نام هستی میشناسین، آنچه که به نام خلقت میشناسین. خداوند خالق است، خداوند مخلوق نیست، خداوند موجود هست ولی وجودش به ذات است، ولی خداوند مثل موجودات یا محدثات نمی باشد. این بحث عقیدتی شناخت پروردگار یکی از مسائل اساسی و عمده عقاید دینی ما مسلمانان است. به این خاطر هر برادر و خواهر مسلمان، هر جوان ما باید بداند که خدایی که ما میشناسیم غیر از آن خدایی است که مسیحی ها میشناسند، خدایی که ما میشناسیم غیر از آن خدایی است که بودایی ها میشناسند، خدایی که ما میشناسیم غیر از آن خدایی است که هندوها به مقابلش استاد میشن. خدای مؤمنین خدای واحد ولا شریک و بدون مثل و بدون شکل و بدون هم شکل و یا بدون فرزند و بدون پدر و مادر است. هر دین و هر آیینی که خدا را با فرزند بخواند یا خدا را از یک پدر متولد بداند یا به خدا شبیه قرار داد یا تمثیلی یا شکلی یا بتی، او نمیتواند فرد مؤمن باشد، نمیتواند او ایمان به خدا داشته باشد. در واقع او خدا را نشناخته است، بیشتر از هر چیز به خدا ظلم کرده است، نسبت به خالق خود اون ناآگاه و جاهل است. اون ناآگاه به تمام آن چیزی است که خداوند در این جهان اومده در کهکشان ها به وجود آورده است. به می خاطر در زمره صفات پروردگار صمد است، بی‌نیاز بودن است، و اینکه خداوند پدر و مادر ندارد و اینکه هیچ نوع شریک و هیچ نوع شبه و هیچ نوع هم مثل به خداوند نیست. این صحیح ترین و واضح ترین عقیده یک مؤمن و یک مسلمان نسبت به پروردگار و نسبت به ذات خداوند سبحان است. کما اینکه شما میبینین که در قرآن کریم خود هستی را و خود جهان را به تمام معنا به خداوند نسبت میدهد. میفرماید الذی له ملک السماوات والارض، در سوره فرقان آیه 2 و 3، خداوند خدایی است که له ملک السماوات والارض، برای از او اختیار و قدرت و توانمندی و پادشاهی تمام آسمان ها و زمین است.
پس خداوند خدای نیست که ما او را به دست خود ساخته باشیم، خدای نیست که ما یک موجودی را به نام خدا درست کرده باشیم، خدای نیست که ما در مقابل از او به اصطلاح گفته باشیم که خدا به صلیب کشیده شد یا خدا فرزند خدا فرستاد و فرزندش در اینجی فدا شد. اینها خودش را نمیتونن و اینها عقاید نادرست و ناسالمی است که کسی اگر همچین عقایدی داشته باشه نمیتونه موحد باشه و نمیتونه خداشناس باشه، نمیتونه مؤمن باشه. این را به صراحت میگیم که اگر کسی خدا را به عنوان ذات یکتا و بی همتا و لا شریک و بی مثال نشناخت، اون موحد نیست، اون با خداوند ستیز کرده است، اون دشمنی با خدا دارد، اون اصلا عقیده اسلامی را در وجود خود نیافته است. و بنابراین ما مسلمان ها بی عقیده هستیم که خداوندی که این ذات و این قدرت و این توصیف را برایش داریم، خدایست که له ملک السماوات والارض، تمام اختیارات و پادشاهی آسمان و زمین برای خداوند است. یعنی همه اون چی که شما در هستی، ما برای خدا، غیر الله، غیر از خدا، هر اون چی که میدانید، این محدث است و این ساخته شده خداست، به وجود آورنده توسط خداست. خداوند اینها را خلق کرده است. هر اون چی غیر از خدا، به شمول جن، انس، کهکشان‌ها، آسمان‌ها، زمین، هوا، هر آنچه که به تصور انسان می گذره، هر آنچه که در ذهن و فکر انسان، به شمول ذهن انسان، به شمول عقل انسان، به شمول فکر انسان، اینها همه محدثات است و اینها همه مخلوقات پروردگار است. پس خدا موجودی ماورای این مخلوقات است. خداوند و الله سبحان ذات بالاتر از همه این چی که ما تصور می کنیم است. بی اساس است که خداوند له ملک السماوات والارض، تمام ملک آسمان ها و زمین برای خداوند است. چقدر زیبا و قوی آیه مبارک است. ولم یتخذ ولدا، و خداوند هرگز فرزندی نگرفته است. خداوند هیچ کس را به نام فرزند انتخاب نکرده است که او را به بین جامعه بشری بفرستد، نه محمد را، نه عیسی را، نه موسی را، نه داوود را، نه آدم را، هیچ یک از این موجودات بزرگی که ما امروز به نام پیامبران میشناسیم هرگز فرزندان خدا نبودند. نه ملائکه فرزند خداست، نه جن فرزند خداست، نه انس فرزند خداست، نه هیچ موجودی. پس خداوند ولم یتخذ ولدا، خداوند هرگز فرزندی نگرفته است. ولم یکن له شریک فی الملک، و هرگز به خداوند شریکی در ملک نیست، در پادشاهی و اختیاراتی که پروردگار داره در این جهان هستی، در این تمام موجوداتی که خداوند در او صاحب اختیار است، هیچ نوع شریکی غیر از خداوند، خدا شریکی برای خود نداره، همراه نداره، خداوند نیاز به کسی نداره که او را همراهی کنه و کمک کنه. به این خاطر است وقتی شما به خدا رجوع میکنین، هیچ نوع وسیله را شما ضرورت ندارین، نه میتونه ولی وسیله شما باشه، نه میتونه پادشاه وسیله شما باشه، نه میتونه حتی پیامبر نمیتونه وسیله رسیدن شما به خداوند باشه. پیامبر راهنماست، ولی شما به خداوند خود شما مستقیم ارتباط میگیرین و خداوند را شما مستقیم میخوانین. هیچ نوع واسطه در خواندن و دعوت بین شما و خداوند وجود نداره و به میاسد است که شما مستقیم با خداوند خود ارتباط برقرار میسازین و خداوند در اداره جهان و در اداره هستی و در اداره آسمان ها و زمین هیچ نوع شریکی هم نداره. هیچ موجودی را برای خود همکار نگرفته است، هیچ وزیر و هیچ نماینده را برای خود تعیین نکرده است که کار آسمان را پیش ببره، کار زمین را پیش ببره، کار رزق را پیش ببره، یا ای که دریاها را کنترل کنه، باد را کنترل کنه. هر کس که این عقاید داره، او عقایدش عقاید اسلامی نیست، عقاید شرکی است، عقاید غیر دینی است. عقاید اسلامی است که تمام آن چی که انجام میده خود خدا انجام میده و خداوند نیاز به شریک نداره، نیاز به معاون نداره، نیاز به وزیر نداره، نیاز به هیچ کس نداره، چون خداوند قدرتش به حد بالاست که همه کار را، همه آنچه که در هستی موجود است، همه را خداوند با قدرت مطلق خود کنترل میکنه و در اختیار داره. و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، سوره فرقان آیه 2 و 3 کسایی که قرآن کریم دارن. و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، خداوند همه چیز را خلق کرده است و هر چیز را به اندازه آن معین کرده است.
فقدره تقدیرا، همه چیزی را دقیقا اندازه گیری کرده است، کاملا برآورد کرده است، همه چیز را خداوند است که معین کرده است و تعیین و تبیین تمام مسائل و تمام آنچه در هستی است به یاد خداوند و به قدرت خداوند است. و اتخذوا من دون آلهة لا یخلقون شیئا، مشرکین و کفار، در اینجا بحث افراد غیر مؤمن است، آنانی که به خدا به این شکل اعتقاد ندارند، کسایی که خدا را مالک آسمان ها زمین نمیدانند، کسایی که به خداوند فرزند میدانند، کسایی که خداوند را به خداوند شریک های در ملک و در اختیارات آسمان ها و زمین قائل هستند، اونها آن مشرکین و آن کفار و اتخذوا من دون آلهة غیر از خدا خداهایی را گرفتند که لا یخلقون شیئا، هرگز چیزی را آفریده نمیتوانند. آنانی که از دین برآمدند و مشرک شدند و آنانی که غیر خدا را میپرستند دیگر خداهایی را پیدا کردند برای خود که اونها هیچ اختیاری از خود ندارند، یا بت ساختند یا افراد را خدا ساختند که اونها اختیاری در خلقت به هیچ عنوان ندارند. لا یخلقون شیئا، هرگز چیزی را خلق کرده نمیتوانند. و هم یخلقون، در حالی که خودشان خلق شده هستند، خودشان به وجود آورده شده هستند، اینها با دستای خود بت‌های ساختن، اینها با موجودات مثل مردمی که گو پرست هستن، اینها موجودی که خلقت خداست او را خدا خاص ساختن، اونایی که به اصطلاح مسیح پرست هستن و عیسی پرست هستن و معتقد به ادیان غیر اسلامی هستن، اونها عیسی را خدا دانستن که در حال خدا خود عیسی هم مخلوق خداست، مادر عیسی مخلوق خداست، موسی مخلوق خداست، انسان‌های مخلوق خدا و انسان‌های نیکی بودن که نارا خدای ناز ساختن. و هم یخلقون، و آنها خودشان خلق شدن، یعنی اینها خداهای را بر خود برگزیدن که خود اونها خلق شده هستند. ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، و هرگز این خداهایشان و این موجوداتی که اینها در مقابل سجده میکنن یا اینها را وسیله قرار دادن که به خدا برسن، اینها نه نفعی میرسانن و نه هم نقصی میرسانن. ولا یملکون لانفسهم، به نفس خود هم اینها اگر حتی اگر پشه‌ای بر آنها بنشینه اینا نمیتونن او را از خود دور بسازن، حتی اگر ضرری به اونها برسونن نمیتونن از خود، مثل حتی حالت انسانی ندارن از خود او را بپرانن، یک ضرر از خود دفع بسازن، یعنی همه اختیار هم ندارن، ولی اینها متاسفانه آن خداهای مخلوق و خداهای خلق شده را برای خود خدا قرار دادن. ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، هرگز ضرر و نفعی را نمیتوانن از نفس های خود تا اینا دور بسازن. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، و هرگز قدرت موت را ندارن، کسی را بمیرانن، یعنی مرگ در اختیارشان نیست، در رسشان، و خودشان هم نمیتونن جلو مرگ خود میگیرن. ولا حیاتا، و نمیتوانن کسی را زنده بسازن یا جلو به ادامه زندگی خود فعالیت کنن، اینها هیچ اختیاراتی از خود ندارن. ولا نشورا، و نه هم اینا اختیارات دارن بر روز قیامت و در نشر شدن و دوباره زنده شدن، و توانایی ندارن که اینا به اصطلاح نشر دوباره مردم بگردن رو زندگی و رستاخیز را به وجود بیاورن. اینا یا همه در واقع قوت و صلابت عقیده مؤمن را میرسانه که اگر مسلمان باید همچنین عقیده داشته باشه. عقیده توحید یعنی که غیر از خدا هیچ موجودی دیگری خدا شده نمیتونه، و به همین خاطر هم از خداوند میفرمایه که تمام آنچه که در کهکشان است، تمام آنچه که در زمین و آسمان است، همه بر خداوند سجده میکنه، همه تسلیم خداوند است و همه خدا را میپرسته، حتی موجوداتی که ما فکر میکنین جمادات هستن، اینها به نوعی تسبیح خداوند را میگن، اینها به نوعی در مقابل پروردگار سجده میکنن، ولو که موجودات بیروح هستن، ولی اینها عبادت خود به نوع دیگری میکنن، مثل که ما انسان ها به یک نوع میکنین، موجودات دیگر به دیگر نوع میکنن. قرآن کریم میفرمای و من آیاته اللیل و النهار، در سوره فصلت آیه 37، از نشانه های پروردگار این است که خداوند شب و روز را به وجود آورده است. این دلایل و این علائم بسیار بزرگ شناخت پروردگار است که شب و روز را خدا به وجود آورده است. و الشمس و القمر، از علائم پروردگار خلقت ما و آفتاب است، آفتاب و ما، شمس آفتاب و قمر ما، خداوند این آفتاب را و این ما را به این زیبایی و به این عظمت خلق کرده است.
لا تسجد للشمس ولا للقمر، بدانید که هرگز برای آفتاب و برای ما شما سجده نکنید، چون اینا مخلوقات خداوند هستند. واسجدوا لله، برای خداوند سجده کنید. الذی خلقهن، خدایی که آفتاب و ما را خلق کرده است. ان کنتم ایاه تعبدون، اگر شما میخواهید که خدا را بپرسید، اگر به خدا را میخواهید بیابید و به خدا پرستش کنید و عبادت خدا را کنید، پس تنها و تنها خدا را، حتی موجودات بزرگی مثل آفتاب و مثل ما و مثل آسمان ها یا مثل شب و روز را که خلقت خداوند است، حتی به این شما در مقابل اینها سجده نکنید و اینها مخلوقات خداوند. و این همه بحث هایی بود که بیشتر برای از بین بردن روحیه شرک و بت پرستی و روحیه ضد عقیده الهی که افراد مشرک داشتن، قرآن کریم آیات را بیان کرده است. در پهلو از ضمن از اینکه ای آیات را به صراحت میگوید و نفی میکنه ایمان افراد مشرک و بت پرست و یهود و بودایی و کسایی که به شکل عملی موجودات غیر از خدا را میپرستند، حالا این موجودات اگر انسان است، اگر درخت است، اگر آفتاب است، اگر ما است، اگر آسمان است، اگر زمین است، هر چیزی که غیر از خدا میفرستند، مطابق آیات قرآن کریم اونها در دایره شرک و کفر قرار دارند و خداوند همه اینا را نفی میکنه و میگوید تنها خدا. ان کنتم ایا تعبدون واسجدوا لله الذی خلقهن، سجده کنید و سر سجده بگذارید برای خدایی که همه این چیزها را خلق کرده است. این کنتم ایاه تعبدون، اگر شما خدا را میخواهید بپرسید. حالا بحث بعدی ما بحث نفی ایمان از ادیان و مذاهبی است که قبل از اسلام بوده، در ابتدا بر اساس توحید قرار داشته، ولی متاسفانه اینها از حالت توحید برآمدن، پیغمبرای خدا خدا خواندن. افرادی که پیرو حضرت موسی بودن، عزیر را خدا خواندن. کسایی که پیرو حضرت عیسی بودن، عیسی را خدا خواندن، در حالی که نه عیسی و نه موسی هیچ کدام اینها دعوت نکردن که مردم اینا را خدا بخوانند. حتی آیاتی در قرآن کریم سری است که خداوند در روز قیامت از حضرت عیسی پرسان میکنه، آیا تو گفتی برای اینها که تو را بپرستن؟ میگه خدایا، سبحان الله، معاذ الله، چگونه امکان داره که من اینها را بگویم که مرا بپرستن؟ خداوند برای نفی ایمان اینها هم آیات قرآن کریم است در سوره آل عمران آیه 64، کسایی که غیر از مسلمان هستند که اونها هم مؤمن نیستند. قرآن کریم میگه قل یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، ای یهود و نصارا، تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، دوباره برگردید، دوباره بیایید به سخنی که در بین ما و شما مشترک است و یک سخن است. آن چی است؟ آن چیزی که متاسفانه شما قبلا به این بودین ولی از این برگشتین. شما قبلا موحد بودین ولی فعلا عیسی پرست هستین، فعلا مادر عیسی پرست هستین، فعلا عقیده تثلیث دارین. دوباره برگردین با اون یکتا پرستی که شما را عیسی و موسی شما را دعوت کرده. قرآن کریم میگه اگر شما میخواین برگردین، به یک نقطه مشترک لااقل بیاین، ان لا نعبد الا الله، که غیر از خدا هیچ چیز را عبادت نکنید. اگر اینها به ان لا نعبد الا الله، به غیر از خدا، به چیز دیگری اینها سر سجده گذاشتن، هرگز مؤمن نیستن و هرگز موحد نیستن، هرگز ایمان ندارن. خدا میگه که اگر شما واقعا راست میگوین، اگر شما خود اهل کتاب میخوانین، اگر شما خود پیرو عیسی و موسی میدانین، بیایم در یک نقطه‌ای که مشترک هستیم. ای پیامبر، برشان بگو بیا در همین جا خود میتونیم با هم مشترک باشیم. آن چی که به شما پیامبران شما به حق و واقعیت رساند که شما غیر از خدا بعد هیچ کس را نپرستید. ان لا نعبد الا الله، این که غیر از خدا هیچ کس را عبادت نکنید. ان لا نعبد الا الله یعنی ای که اگر اینها غیر از خدا را عبادت کردن، اینها از دین برآمدند. ولا نشرک به شیئا، تاکید بیشتر، هرگز به خدا چیزی را شریک ندانید، هرگز عیسی را شریک خدا ندانین، هرگز عیسی را فرزند خدا ندانین، هرگز عزیر را فرزند خدا ندانین، هرگز موسی را خدا ندانین، هرگز هیچ کس دیگری را در پهلوی خدا شریک قرار ندین. در اینجا تأکید به تأکید است، یعنی هم عبادت خدا را بکنین، غیر از خدا کسی را عبادت نکنین،
که تمام آنچه که شما انجام میدین در روزهای یک شنبه و میرین در مقابل عیسی سجده میکنیم، در مقابل صلیب سجده میکنین، همه متاسفانه غیر ایمان است و کفر است. در پهلو از ولا نشرک به شیئا، هرگز به خدا شریکی را قرار نبدین. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، تاکید دیگر، هرگز برخی از ما برخی دیگری را ارباب غیر از خدا ندان، خداهای غیر از خدا، ربهای غیر از خدا نداند. یعنی نه تنها در مقابل بت سجده نکنین، نه در مقابل صلیب سجده نکنین، نه تنها در مقابل عیسی سجده نکنین، بلکه کشیش ها و کلان ها را هم ارباب غیر از خدا ندانین. شما کسایی را وسیله نسازید که ای برای ما خدا بشه و در پیش خدا و شفیع قرار بیابه. یعنی غیر از، یعنی ای حتی اجازه داده نشده که شما افراد مذهبی کلانر، کسایی که در رأس مذاهب هستند یا در رأس مثلا کلیساها قرار دارن، کشیش ها و پاپ هایی که وجود دارن، اینها را برای خود خدا قرار ندید. یعنی شما ارباب من دون الله را هرگز قبول نکنید. غیر از خدا هیچ کس دیگر را شما ارباب نگیرید، رب نگیرید، خدا نگیرید، مورد عبادت و مورد پرستش نگیرید. اینا تاکیدات قرآنی است که ما در سلسله بحث های منبر آزاد انشالله بحث ایمان و بحث شرک و بحث کفر را در چندیل جلسه انشالله ادامه میدیم. و هدف ما ایست که برادرها و خواهرها باید بدانن که پرستش هر فرد و هر شخص و هر مخلوق غیر از خدا در هر مرحله بالای از مقام و عزت و قدرت قرار داشته باشه، کفر و شرک به خداوند است. و این یکی از جمله موبقات است، یکی از جمله کارهایی است که باعث از بین بردن انسان میگرده، که البته سبع موبقات و هالکاتی که قرآن کریم در این بحث کرده حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم است و این انشاءالله باز بحث خواهیم کرد در بحث قبلی. مهمترین بحث این مبحث ایمان و این که مؤمن کی است و این که مشرکی است و این که خداوند و قرآن کریم همیشه مشرکین را مذمت کرده و این که افرادی که غیر از خدا را ارباب میدانند، افرادی که پیامبران را خدا میدانند، افرادی که در مقابل بت‌ها و صلیب‌ها و موجودات غیر از خدا سجده میکنند، همه در دایره این آیات مبارکه داخل میگرده که اینها به خدا اعتقاد ندارند و اینا مؤمن نیستند و اینا مشرک هستند. بی اساس است برادر خواهر مسلمان. با در بحث امروز خود ادامه میدیم که خداوند میفرماید در سوره النساء آیه 48، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، خداوند هیچ چیز را نمیبخشد، هیچ کس را نمیبخشد زمانی که برای پروردگار شرک بیاورد. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، و اگر غیر از شرک کسی گناهی کرده باشد خداوند او را میبخشد. و من یشرک بالله فقد افترى اسما عظیما، کسی که به خداوند شرک می‌ورزد در واقع به خداوند افترا و گناه بزرگی را در واقع انجام داده است. یعنی هم گناه کرده است و هم افترا کرده است و هر دو هم بزرگ است. یعنی این کسی که نسبت به خداوند، به وحدانیت خداوند شک می‌کنه و خداوند را به عنوان خالق و رازق و خدایی که متصف به صفات بزرگ و کمال و صفات قدرت، صفات بزرگ عزیز قیوم قادر و صاحب دنیا و آخرت، مالک الملک و السماء و الارض مثلا، اینها را باید بدانیم که خداوند ذات بسیار با قدرت است که باید ما خدا را به همون شکل بشناسیم و به همون شکل عبادت کنیم. حتی در آیات دیگر آیه سوره حج آیه 31 قرآن کریم بفرمایه که من یشرک بالله، کسی که به خدا شرک می‌ورزد، حالت اون نفر را تمثیل می‌کنه قرآن کریم، کسی که به خدا شرک می‌ورزد، یعنی خدا را غیر از خدای واحد دیگر خدای را عبادت می‌کند، در مقابل بت سجده می‌کند، در مقابل صلیب سجده می‌کند، در مقابل انسان سجده می‌کند، در مقابل پیامبر سجده می‌کند، در مقابل یک فرد افراد بزرگ سجده می‌کند، در مقابل قبر سجده می‌کند. اینها بدانند که من یشرک بالله، کسی که به خدا شریک قرار می‌دهد، کسی که خدا را به او خداوندی اصلیش نشناخته، ذات از او را نشناخته و به خدای دیگری، خدای باطل و خدای مخلوق توسل می جوید.
اونا بدانند که من یشرک بالله کس که به خدا شریک قرار میده فکأنما خر من السما گویا که به سر افتیده است از آسمان، یعنی در واقع خداوند او را به حد او را به صلاح ذلیل و خوار کرده است که آسمان او بر سر خورده است. فتخطف و طیر وقتی که او به زمین میفته مثل عزیز که یک مرغ مرغهای آسمان او را ربوده باشند، او تهوی بیر ری و یا ای که بادها او را گرفته باشند، فی مکان سهیق در یک جای بسیار دوری پرتاب کرده باشند، یعنی یا ای که وقتی که او به سر از آسمان میفته با گیر مرغان شکاری میفته که یا او را برای دور برده باشند انداخته باشند، یعنی لاش از او را انداخته باشند، یا مثل کسی است که باد او را گرفته و به هر طرف که خواسته باشه بدای دور او را پرت کرده باشه. یعنی افرادی که مشرک هستند و افرادی که خدا را نشناختند اینقدر به صلاح در یک حالت زار و یک حالت نادرست و نامیمونی قرار می داشته باشند. در حدیثی است که از خود پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم می فرمایند که این حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم هر روایت شده که فرمودن اجتنب السبع الموبقات، هفت عمل یا هفت چیز بسیار بسیار هلاک کننده را شما دوری جوید از این. هفت چیزی که انسان را در بدترین حالت قرار میده و انسان را به هلاکت میرسانه. قالوا یا رسول الله و ما هن، پرسیدن که ای پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم اون هفت چیزی که انسان را در ورطه هلاکت میندازه و کاملا از بین میبره اون هفت چیز چیست؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن الشرک بالله. اولین چیز شرک به خداست، اولین چیزی هلاک کننده، اولین چیز نادرست و نامیمون نیست که خدا به خدا شرک قرار بده. به این اساس هست شرک قرار دادن و اطاعت از غیر خدا و تسلیمی در مقابل غیر خدا این یک چیز بسیار بسیار خطرناک و هلاک کننده است. و سحر بعد از این سحر، یعنی سحر که جادو کردن و رفتن پیش جادوگر و افراد را معتاد جادو کردن، هر مشکلی که داشتن باز دوباره به جادوگر مراجعه کردن و مشکل خدا و حل مشکل خود از جادوگر و از ساحر خواستن، این هم به مرحله شرک گناهش بزرگ است. یعنی نباید ما و شما به این دو گناه بزرگ که از هشت جمله این دوتا بزرگترین هستن. و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، این انتحاری ها و این خودکشی ها و این آدم کشی هایی که به ناحق صورت میگیره، قتل نفسی که خداوند او را هرگز حلال قرار نداده جز به حالت او را خداوند حرام قرار داده، غیر از مسئله که قصاص است، غیر از هر کسی کسی دیگر را میکشه به هر نوعی کس، بر اساس عقده، بر اساس مسائل قومی، بر اساس مسائل منطقی، بر اساس موضوعاتی که فکر میکنه، ولی چون قتل ناحق است این هم در مرحله شرک و در مرحله سحر و باور کردن به سحر است. و اکل الربا و اکل الربا و خوردن سود، آنچه که ما امروز به نام انترست های حرامی که در بانک هاست، خود سود خوردن و سود خوری هم یکی از کارهای بسیار زشت و ناهنجار است که پروردگار ایره منع کرده. و اکل و مال یتیم، مال یتیم را به نام یتیم، یک مال را میگیریم، سرمایه را میگیریم یا یتیم زیر سرپرستی داریم، اصلا مال از او را میخوریم، یا ای که مثلا نسبت به یتیم ها بیتفاوت هستیم، این هم از جمله گناهان و از جمله سبع موبقات خوانده شده. و تولی یوم الزحف، و اینکه در روز جهاد و در روز مبارزه با مشرکین و کفار شما برگردین و پشت کنین و فرار کنین، فرار از جنگ هم از جمله سبع هفت گروه موبق یا خطرناک شمرده شده. و قذف المحسنات الغافلات المؤمنات، و همچنین بدنام کردن یا بدگویی کردن یا تهمت کردن بر زنان پاکدامنی که آگاه نیستن و مسلمان هستن. یک تعداد عادت دارن همیشه به دختران مردم، همیشه به زنان مردم صحنه های بد رو نسبت میدن، گپای بد رو انتساب میدن. ببینیم این هفت گناه گناه بزرگی است که پروردگار اینها را در مرحله اول قرار داده و رسول خدا صلی الله علیه و سلم از اینا بیان کرده که شرک است و سحر است و کشتن نفس انسان به ناحق است، خوردن سود است، خوردن مال یتیم است و پشت کردن در روز جهاد است که از جنگ فرار کردن است، و همچنین
تهمت کردن و ناروا گفتن به زنان پاکدامن مؤمن ناآگاه از حالت خودشان. کسایی که این اعمال را دارن بعد از خدا بترسند، بدانن که این همه پرسان میگره، همون قسمی که یک آدم مشرک مورد مواخذه قرار میگره، همون قسمی که یک فردی که در مقابل غیر خدا سجده میکنه، همون کسی که در مقابل بت سجده میکنه، همون قسمی که در مقابل یک پیغمبر را نعوذ بالله خدا میدانه در مقابل صلیب سجده میکنه، اونها در راه غلط و در راه شرک و در راه غیر ایمان قرار دارن. این گروه های دیگه، افراد دیگه هم گناهشان به اون مرحله قرار میگیره که انشاءالله خداوند ما و شما و همه عزیزان و فرزندان ما و شما را از این حالت نجات بده. بحث ما امروز در واقع بحث علمی است. ما وقت زیاد برای تلفن گرفتن نداریم، یک تعداد تلفن ها روشن است. ما معذرت میخوایم، چون ما معمولا در روزهای جمعه بحث های علمی و دینی رو میکنیم، کوشش میکنیم که این بحث ها کامل بگرده و بیشتر مطالب و موضوعات عقیدتی و مسائلی که در هر روز در برخی از تلویزیون ها به شکل غلط و نادرست به خور مردم داده میشه و یک تعداد را گمراه میسازه، اون مباحث را به عنوان پاسخ به شبهات در منبر آزاد ما انشاءالله این پاسخ ها را در هر روز آماده میسازیم و در